برابر با 14 آوریل با بیشتر از 300 پهپاد موشک زمین به زمین و کروز اسرائیل رو هدف قرار داد که هیچ کدومشون به هدف اصابت نکردند. ماهیت بحرانزا و بحرانزی حکومت آخوندها هرچند کشور ایران رو دهه هاست که در معرض خطر قرار داده اما تونسته از اون سود ببره. در حال حاضر آیا جنگ برای حکومت آخوندها هنوز محبت الهی به شمار میره؟ محله جدیدی که بسیار از اون میشنویم چه ویژگی هایی داره و آیا رژیم تا کی میتونه در هر دو جبهه تروریسم خارجی و سرکوب داخلی دوام داشته باشه؟ چهارشنبه شب به وقت اروپا در خدمت آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بودم و این گفتگو رو ضبط کردم که همینک توجهتون رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای حبیبی گرامی خوشحالم که باز در خدمتتون هستم و دعوتم رو ممنونم از اینکه قبول کردید به رادیو ایراوا هم مثل همیشه خوش آمدید سلام دارم خدمت شما و تشکر از شما و همه شنوندگانتون و هم از اینکه منو دعوت کردید در خدمتتون هستم خواهش میکنم آقای حبیبی بحث این روزها خب بحث حمله رژیم هست به اسرائیل با سی سد و سی پهپاد و موشک زمین به زمین و نمیدونم خلاص هر چی داشته به سمت اسرائیل پرتاب شده سوال این است آقای حبیبی رژیم با این حمله میخواست چی رو ثابت کنه ببینید ماهیت آنچه که اتفاق افتاد قبل از یک تهاجم باشه یک تدافع بود رژیم مجبور بود که این حمله رو بکنه وقتی کسی مجبور به حمله کردن دیگه بهش نمیشه گفت تهاجم این تدافعه حالا کی مجبورش کرده بود آیا اسرائیل و آمریکا و خلاصه خود حمله اسرائیل عامل اصلی بودند که رژیم رو مجبور کردن به این موشک پرانی نه عامل اصلی اینا نبودن چون رژیم از این چیزا که آدماش کشته بشن و اینا زیاد چیزی نداره از این, مم. از این بابت نیستش که احساس فشار میکنه درست. رژیم از این که نیروهاش بهش فشار می که چرا جواب نمیدی در واقع مجبور شد به حمله کردن بس مجبور شد پس یعنی ماهیت آنچه که رژیم کرد و این موشکبرانی این ماهیتش تدافعی بود نه تهاجمی بعد خلاف آنچه که تبلیغ میشه و گفته میشه رژیم تحت فشار افکار عمومی ایرانیان و مردم دیگه در سراسر جهان چونی هی میگفت من متولی فلسطین هستم قدس مال منه ایم. اصلا من فلسطینیا رو نگه داشتم تو صحنه از این حرفا میزد اسرائیل الاس بلاس مجبور شد زیر فشار افکار عمومی مردم و کشورهای اسلامی و همینطور قبل از همه نیروهای خودش که زیر فشار گذاشته بودنش که آقا بس دیگه میگی در زمان و مکان مناسب مسخرش میکردن مجبور شد که این تهاجم رو بکنه و البته یک فرصتی هم بود برایش برای اینکه تست بکنه که به طور واقعی اگر از خاک ایران موشک و پهباد بفرسته به اسرائیل چه اتفاق میفته و خب بخشی از به اصلاح زراتخانه موشکی و پهوادیش رو استفاده کرد بخش مهم میشه استفاده کرد برای اینکه به نوعی به اصلاح برای خودش هم یک چه میگن ارزیابی داشته باشه از اینکه این حملات چی نتیجه میده به کجا میرسه که البته خب براش فکر میکنم خیلی سورپریز زیاد بود دیگه چون این موشکا میگن 99 درصدش یعنی تمام آن پرتابه ها از انواع و اقسام 99 درصدش به هدف نخورد وارد خاک اسرائیل نشد یعنی در خاک اسرائیل به زمین ننشست این داستان در واقع این حمله بود به طور خلاصه درسته آقای حبیبی ما میدونیم که رژیم آخوندها بحرانزا و بحرانزی هست و همیشه دهیدن. به دنبال درد سر بوده هست و تا سرکار هستم هم همین رو ادامه خواهد داد ولی سوال اینجاست آیا رابطه ای هست بین اقدامات اخیر و جنگی رژیم و همزمان سرکوب شدیدی که این روزها توی ایران علیه زنان راه انداخته و اینکه چگونه و تا کی میتونه هر دو جبهه رو نگه داره و به این کارش ادامه بده بله ببینید الان مقایسه کنید توی این دو طرف یه طرف اسرائیل هستش یه طرف رژیم آخوندی ام. مقامات اسرائیلی جنرال های اسرائیلی عمرای ارتش و به صلاح مسئولین سیاسی اسرائیل هیچ اجباری به اینکه مثلا برند سفارت خونه لانه جاسوسی آخوندها در سوریه رو بزنن نداشتن یعنی کسی مجبورشون نکرده بود اه. خیلی با دست باز این کارو کردن و هیچکس کس نکرده بود در حالی که در پاسخی که آخوندها دادن آخوندها مجبور بودن که این کارو بکنن اگر نمیکردن به طور واقعی بنیادشون از درون متزلزل میشد آسیب میدید آسیبای جدی میدید کمان که دیده بود قبلش حالا در همین دو مورد شما مقایسه کنید در کجای دنیا اصلا در کجا در تاریخ شما خبر دارید کشورها سراغ دارید که وارد یه جنگ بشن با یه دشمن خارجی هیچ کجا شما در تاریخ اینو نمیبینید این پدیده پدیده جدیدیه که یه کشوری وارد یه جنگ بشه با یه کشور دیگه در بیرون از مرزهای خودش وارد جنگ بشه بعد اصلی ترین نگرانیش از بابت مردم خودش باشه و این خیلی پدیده نویه یعنی خاص این رژیم آخوندیه در همه طول تاریخ هر جا جنگ بوده بالاخره با هر انگیزه ای، هر کسی که جنگ کرده با هر انگیزه ای با کشور خارجی با همسایش با این و اون جنگ کرده مردم باهاش بودند مثل مثلا آلمان مم. فرض کنید در دوران هیتلر بالاخره اکثریت مردم همراهی کردن با هیتلر مم. یا در تمام جنگ دیگه ولی اگر مردم باش نبودن حداقل نگران این نبوده که از جانب مردمش بهش آسیبی برسه از جانب مردم خودش درست. این ویژگی خاص این رژیم آخوندها هست و اینها اگر دقت بکنید به محض اینکه جنگ میشه و به صلاح هرگاه که اینها مورد یک تهاجم خارجی قرار میگیرن یا وارد یک جنگ خارجی میشن اصلی ترین نگرانیشون یعنی نگرانی جدیشون اون دشمن خارجی نیستش نگرانی خودشون جدیشون مردم خودشونن ام. و اگر شما توجه بکنید این نگرانی در دنیای واقع ما بهزا داشت یعنی اومد چیکار کرد یعنی اومد قبل از اینکه وارد این هم موشک پرانیشو بکنه وارد سرشته فعالیت های سرکوبگرانه جدید شد که قبلش نبود برای مردم هم عجیب بود که چی شد آخه این چرا یه دفعه شروع کرد به فشار گذاشتن روی مردم از یک طرف گشت های ارشاد رو فرستاد برای کنترل مردم به صورت همون روال همیشگی مونتا تعدادشون رو خیلی بیشتر کرد از طرف دیگه فشار گذاشت تحت عنوان پوشش و هجاب و این حرفا خامنه ای اول اومد خودش زمینه رو آماده کرد قبل بله. از حمله به اومد گفتش که خلاصه اینطوری ای نباشه که مردم این فشار حجاب و حس نکنند یه وقت برگردن به دوران تاغوت از اینجا شروع شد بعد مرد ریختن تو خیابون مردم رو تحت فشار گذاشتن اون چند نفری که خلاص گاهن جرأت میکردن موهاشون رو باز کنن بیان تو خیابون اونا رو گرفتن همین امروز من خبرشون میخوندم در یک مورد یک دختر جوان رو کشتن به ضرب باتوم عین داستان محسا جینا یه دختر بچه ای رو به خاطر هجابش تحت تعرض قرار دادن یک دختر دیگه ای مداخله کرد با باتون زدن و کشتنش ببینید سطح سرکوب رو بالا بردن در داخل از اون طرف جا به جایی بود توی نقاط مرزی توی بلوچستان کردستان و نیروی سرکوبگر از بقیه جاها گسیل داشتن به این مناطق مرزی ببینید اینا همه اقداماتیه که قبل از اینکه اینا حمله موشکی به سایید بکنن انجام دادن یعنی اینکه اینا میدونن که اگر که به هر دلیلی شلوغ بشه در داخل کشور یه کسی حمله بکنه بهشون قبل از اینکه نگران و اون دشمن خارجی باشن باید حواسشون باشه مردم خودشون مردم ایران ریشه اینا رو نکنند اینا از مردم ایران بیش از همه میترسن همین الان هم همینطوره و این مسئله خیلی مهمیه باید بهش توجه کرد ریشه همه اقدامات اخیرش هم در سرکوب ها همینه از مردم میترسه میترسه وقت شلوغ شه فرض کنیم یه جا بمبارون بشه بعد مردم ببینن یه جا بمبارون شده تو اختناق پاره بشه مردم دیگه نترسن بگن یه جا بمبارو شده بریزن خیابون و دودمان این رژیم رو برباد بدن اینه در واقع صورت مسئله آقای حبیبی یه زمانی بود که خمینی میگفت جنگ محبت الهیه آیا در حال حاضر هم جنگ برای آخوندها همون کاربرد داره اصلا جنگ تو مکتب آخوندها چه معنای داره ببینید حرفی که خمینی میزد تو نقطه بود که در ایران انقلاب شده بود یک نیروی عظیم به اصلاح پرشور آزاد شده بود جوان همه میخواستن کاری بکنن برای کشورشون برای پیشرفت کشور همه آماده فداکاری و جانفشانی بودن و خمینی ذاتا قدرت و توان سازماندهی این نیروی عظیم گسترده برای سازندگی رو نداشت اصلا در ماهیتش سازندگی نبود ارتجاه هیچ کجا سابقه سازندگی نداره شما بگردید ببینید در تاریخ کجا نیروی ارتجاهی چیزی رو ساخته همیشه خراب کردن اینها چون نمیدونستن با این نیروی عظیم با این خیلی عظیم جوانانی که عاشقانه میخواستن برای میهنشون فداکاری بکنند چه بکنند از این بابت دنبال یک جایی میگشتن که این نیرو رو به کار بگیرن و خونساش کنن چون میدونستن که این نیرو دنبال پیشرفته و چون اینا دنبال پیشرفت نیستن این نیرو میاد یقه خود اینا رو میگیره و سرنگونشون میکنه به طور خاص که جایگزین و بدیلی بود به صورت بلقوه یعنی سازمان مجایدین خلق به عنوان یک سازمان بسیار متشکل آزادیخواه جوان رو به جلو و یک سازمانی که توان سازماندهی جوانان رو برای سازندگی و بهین سازی داشت تو صحنه بود و خمینی قبل از همه این خطر رو فهمید فهمید اگر که این نیروی جوان رو نسوزونه از بین نبره اینا میرن میپیوندن به اون سازمان متشکل انقلابی که به هر حال با قوی تر شدنش برای همیشه راه ارتجاع رو میبنده و آخوندها و خمینی و دیگران رو بیرون میکنه از مراکز قدرت و اینا میفرسته تو سوراخهای همیشگیشون و اینا چشماندازی ندارن برای اینکه در سرنوشت مردم دخالت بکنن و این اندیشه شیطانی خودشون رو همینی که امروز بعد از چهل سال میبینیم در جهان چجوری خودش رو بروز میده این اندیشه شیطانی رو در واقع اجتماعی بکنند چون این خطر رو میدید به دنبال جنگ جنگ خارجی بود و تحریک کرد همسایه خارجی که مستعدتر از بقیه بود چون صدام حسین یعنی عراق در دوران شاه هم دائما در حال آشوب و تنش بود ایران و عراق بینشون تنش بود سر مسائل مرزی آب شط عرب و خمینی از این استفاده کرد البته صدام حسین پس از سقوط شاه بسیار موازهش عوض شد و موازه بسیار مثبتی نسبت به مردم ایران و انقلاب ایران گرفت و تلاش میکرد که حتی نزدیک بشه فکر میکرد که یک متحد پیدا کرده در منطقه ولی خمینی دقیقا عکسش رو کرد تو باران کرد مناطق مرزی رو گزارشات خیلی دقیقی در این رابطه هست یک کسی به اسم دعایی که از فامیل نزدیک خمینی بود گزارشات دقیقی داده از تحریکایی که کردش خمینی و نهایتا آتش جنگ رو برافروخت مجبور کرد صدام حسین رو که تجاوز بکنه به خاک ایران و البته برای خمینی از این بابت موهبت الهی بود چرا که این سیل نیروی جوان رو سرازیر کرد به جبهه ها با دست خالی اینا رو کرد گوشت دم توپ و نزاش که اینها بپیوندن به مقاومت و مقاومت تقویت بشه یعنی مجاهدین و سازمان مجاهدین که اپوزیسیونش بودن اپوزیسیون جدی بودن و اقبال مردمی داشتن این نیروها نرن به پیوندن به مجاهدین و بعد تبدیل بشن به یک نیرویی که مانع قدرت گرفتن و سرپا گرفتن خمینی و ارتجا بشن از این بابت براش موهبت الهی بود البته باز جلوتر هم که اومدیم بهانه جنگ و دشمن خارجی بهش اجازه میداد که هر کاری که میخواد بکنه یعنی هر کاری که خواست تو اون چند سال اول بعد از انقلاب همطور رفته رفته همین حجاب اجباری همه بلاهایی که سر مردم آورد رو بهونهش این بود که ساکت شید جنگ ما شهید دادیم خفه شید روسری سرتون کنید حجاب سرتون کنید چون جوانان شهید شدن به این بهانه جنگ هر نوع صدایی رو که مخالف خودش بود سرکوب کرد این کارکردی بود که همینی داشت در این رابطه دوشه. از جنگ به همین دلیل بهش می محبت الهی در واقع موهبت شیطانی بود امکان شیطانی بود که در دست خمینی بود تا جامعه جوان ایران رو خونسا کنه درست آقای حبیبی تو این روزا صحبت از مرحله جدید یا نقطه عطف زیاد به گوش میخوره برامون یکم توضیح میدین که این مرحله اصلا چی هست این مرحله جدید و چه خصوصیاتی داره بله ببینید این مرحله رو از این بابت میگن جدیده برای اولین بار بعد از چهل سال آخوندها الان چهل ساله که دارن تهدید میکنن که اسرائیل رو این میکنیم فلا میکنیم مه میکنیم اله میکنیم قدر رو فلا میکنیم ولی هرگز اینها به صورت مستقیم و از خاک ایران حمله نکرده بودن یعنی موشکایی که از خاک ایران پرتاب شد و به خاک اسرائیل رسید حتی اونهایی هم که نرسید یعنی توی گنبد آهنین جلوش گرفته شد به هر حال پرتاب بود یا, هم... یاد چی میگن تعرضات نظامی بود که صحنه جنگ بین آخوندها و جنگی که تو منطقه <applause> به راه انداخته به اصطلاح حالا میگه علیه اسرائیل ولی قبل از همه علیه فلسطین مردم فلسطین و کشورهای منطقه هست این صحنه رو تغییر داد چرا چون خیلی فهم میکنه که نیروهای پروکسی یا نیابتی بیان مثل حوثی و ارزم شما مثل حزب و شیطان لبنان و دیگران بیان از جانب رژیم به اسرائیل حمله بکنن تا اینکه رژیم خودش مستقیم وارد صحنه بشه و خودش مستقیم به خاک اسرائیل حمله بکنه شما توجه کنید حتی حمله که اسرائیل کرد به سفارت جاسوسی آخوندها در دمش معناش کم تر از حمله مستقیم به خاک ایرانه اه. همین الان کابینه جنگ اسرائیل سر اینکه به خاک ایران یعنی به مناطقی در خاک ایران سرزمین ایران تهاجم نظامی بکنن هنوز خیلی حرف و بحث و گفتگو هست خیلی اینجا اونجا میخونیم که آمریکا با این خیلی این چیز با این کار مثلا موافق نبوده یا با نوعی از این حملات موافق نبوده همه اینا هست پس ببینید آخوندها وارد مرحله جدیدی شدن که در یک کلام خلاصش اینه که برای اولین بار سرمار رو نشون دادن <applause> آخوندها از اول تا به امروز بعد از داستان هفت اکتبر تلاششون این بود که سرمار رو نشون ندند اگر شما خاطرتون باشه در اولین موزگیری مقامت ایران آقای مسئول رجوی رهبر مقامت ایران اولین موزگیریش که دو خط و کوتاه هم بود گفت سرمار در تهران است این همون هفت هشت اکتبر بود اگه من <applause> یادم باشه یعنی وقتی یک روز که آمریکا یا اسرائیلی هم گفتن نشانه از رژیم نیست تو این بله همه. دقیقاً آمریکا گفت نه خیر نه 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 اینا نبودن اینا اصلا مشغول م. بودن داشتن خربوزه می‌خوردن اینا نبودن اصلا, اصلا. خود اسرائیل هم گفت نه بابا اینا مشغول اصلا اینا نبود آ بچهای خوبی ان اینا بعد آقای رجوی خیلی قاطع گفت آقا سر ما در تهران است یعنی خامنه ای این حقیقت نمیدونم 6 ماه چقدر طول کیشی. هفت 7 اکتبر تا الان حساب کنین تا خودش رو نشون بده و این حقیقت امروز دیگه اوریان شده دیگه همه میگن سر مار در تهران است دیگه خود مار میاد میگه من آقا منم اینجام سر بلند کرد از توی تهران شلی کرد این صحنه جدیده تعادل رو عوض میکنه داده های صحنه رو تغییر میده دیگه دولت آمریکا نمیتونه مثل قبل رفتار کنه و همینطور اروپا و دیگران و خود اسرائیل هم حتما نوع برخوردش تغییر خواهد کرد در آنچه که تا به حال با آخوندها داشته طبیعتا نگرانی اصلی دولت اسرائیل از بابت آخوندها نگرانی اتمیه و خب این نگرانی اتمی چون اصلی ترین نگرانشون هست قاعدتا در این صحنه ای که الان چیده شده در این میزی که چیده شده در این فرصت نمیتونه از چشم اسرائیلیا پنهون باشه اگه قرار باشه که استفاده ای بکنن از این فرصت مناسب حتما و حتما دنبال این خواهد بود که نگرانی اصلیشون رو بیشتر بهش بپردازن یعنی اتمی رژیم رو بهش بیشتر بپردازن به و این البته روزهای آینده خودش نشون میده اغلب تحلیلگران بر این نظر هستند اتفاق نظر دارن که اسرائیل حتما به آخوندها حمله خواهد کرد در این همه متفق القولن کمتر کسی هست که تعدیدی در این داشته باشه صحبت سر اینه به کجا تهاجم میکنند هر کسی از منظر خودش تحلیل میکنه یکی میگن انشالله بیت خامنه ای رو میزنه یکی میگه مثلا اسامیش میشه میزنه یکی میگه سپاه رو میزنه خلاصه همه دنبال اینن که ببینن در روزهای آینده پاسخی که به سر مار داده میشه کجای ما رو میزنه سر ما رو میزنه یا شد؟ میخواستم الان ازتون بپرسم که چرا اسرائیل جواب نمیده یا آمریکا چرا جواب نمیده ولی با توضیحاتی که دادین به این سوال میرسم که آقای حبیبی اگر که اسرائیل حمله بکنه حمله نظامی بکنه به ایران حالا هر جاری که قراره بزنه اگر زد چه خواهد شد ببینید هر چیزی که تعادل این رژیم رو به هم بزنه تعادل یعنی چی؟ این کلمه تعادل رو توضیح میدم تعادل یعنی چی؟ ببینی؟ تعادل یعنی این که مردم تو آبان تو 98 میان بیرون درسته؟ امه. رژیم رو تکونش میدن ساختار رژیم کلیت رژیم رو تکون میدن تکون تکونش میدن که بخور زمین خون میدن تمام شهرهای ایران میشه یک بارچه آتش رژیم تکون جدی میخوره تا مرز سرنگونی هم میره اون مسئول به اصطلاح سرکرده نظام که سرکرده سر اصلی نیروهای انتظامیش بود اومد تلویزیون اومد گفت خدا ما رو نجات داد من به گوش خودم شنیدم بله. یعنی رژیم در اینقدر تعادلش رو از دست داد که در شرف زمین خوردن بود ولی گفتش خدا ما رو نجات داد البته بی خود خدا نبود گلوله های جنگی بود که شلیک میشد به سر گوش مردم از توی رو پشت بونا طبیعتا خب خشونت یه از یه حدی بگذره مردم وقتی بها خیلی سنگین باشه تو اون مرحله حداقل برگشتن به خونه شد. حالا بعدش اومدیم توی 401 بعد 401 شیش ماه کامل پس ما اونجا تو آبان 98 یه مرحله از تعادل رو دیدیم تعادل ناپایدار تعادل لرزان ولی با این حال تعادل یعنی رژیم سرنگون نشد تو قیام 401 باز شاهد تکانهای بسیار شدید رژیم بودیم تکانهایی که شیش ماه طول کشید با این حال با ورود عنصر سرکوب با مدیریت عنصر سرکوب این کلمه باز توضیح داره یعنی اینکه تو آبان 98 از بالای پشتبونا تیر جنگی میزد آدم میکش بیپروا خون ریخ در 401 فهمید اگر همونقدر خون بریزه بیپروا سرنگون میشه چون فرق میکرد قیام گسترده تر بود نیروی متفاوتی اومده بود قشر جوان خیلی جوان نسل سوم اومده بود و بها بیشتر میداد راحتتر تر بها میداد از کشته شدن نمی ترسید و کشته شدن بیشتر آتیش جنگ رو بیشتر میکرد آتیش مم. قیام رو بیشتر میکرد خامنه ای این رو فهمید مدیریت کرد سرکوب رو مدیریت کرد به جان که بکشه تو چشم میزد چشم در می آورد مردم رو میدوزید میبرد سر به نیست میکرد چیزی که بعدا همینطور داریم یک چکشی جنازه الان داره همین الان از زیر خاک و از زیر رودخونه رو و از توی صندوق های مردم الان داره جنازه های 401 هنوز میاد بیرون مم. و به این ترتیب با این حال حفظ کرد تعادلش رو ببینید مسئله حفظ تعادل آن چیزیه که باعث میشه رژیم سرنگون نشه یک دیوار بزرگ توسیدهی در نظر بگیرید که لرزانه سه چهار نفر واسدن هیهولش میدن هی میگن ها این دفعه میوفته ولی این هی تکون تکون میخوره ولی سرجاشه هنوز تعادل داره در عالم مثال دارم میگم این تعادل کی به هم میخوره موقعی که رژیم مورد یک تهاجم خارجی قرار بگیره چون اون موقع از درون تعادلش به هم میخوره ببینید آن چیزی که پاستارا رو بیش از همه میترسونه امروز اینه که اگر که از بیرون مورد تهاجم قرار بگیره به مردم امیدواری بده بیزن تو خیابون و از این بابت هستش که باز من مراجعه میکنم به پیام آقای رجوی به کانونای شورشی گفت گفت موقع کار شماست موقع فعالیت شماست یعنی مردم کانونای شورشی همه اونا که دلشون میخواد در دست آخوندها خلاص بشن باید گوش به زنگ باشن در صورتی که چنین تهاجمی اتفاق بیفته حتما رژیم آسیب پذیرتره تعادلش خیلی لرزانتره و خیلی راحتتر میخوره زمین از پادر میاد فرصت رو باید غنیمت شمرد همه اونایی هم که از موضع اینکه خیلی خیلی قلب رعوفی دارن مهربونند تیتیش به قول بعضیا و از جنگ بدشون میاد اوف اوف جنگ بده از جنگ بدشون نمیاد اینا برای چی برای اینکه اگر جنگ بدشون میمد جنگ طلبی های خامنه ای رو محکوم میکردن جنگ بدشون نمیاد از این بدشون میاد که یکی یک موشکی یه چیزی بزنه تو کنار خونه خامنه ای مردم خوشحال بشن شیر بشن ترسشون بریزه بزن تو خیابون از این میترسن برای همه میگن نه 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 کسی جنگ نکنه جنگ بده ما خیلی صلح و دوست دارم ما صلح طلبیم مثلا انگار که من و شما جنگ طلبیم دارم در عالم فرض میگم همچین تیش میشن صلح طلب میشن ما هم مخالف دخالت خارجی هستیم بدون شک ما فقط به مردم ایران تکیه میکنیم و امیدواریمون و البته بجز مردم ایران کسی نمیتونه ای رژیم رو سرنگون کنه ولی چنین نوع مداخله هایی اگر که اتفاق بیفته که من خیلی کم دیدم تو این چهل سال اتفاق بیفته تعادل رژیم رو به شدت به هم میزنه و رژیم رو آسیب پذیر میکنه آقای حبیبی در پاسخ به سوال قبلی شما اشاره کردید به نیروهای نیابتی رژیم یا همون پراکسی های رژیم آیا تو این مرحله جدید و این تو این نقطه عطف پایان کار نیروهای نیابتی رو ما داریم میبینیم یا اینکه همچنان کارشون ادامه میدن ببینید نیروهای نیابتی یه مش آدم آدمکش جنایتکار لات و لومپنن تو تمام این کشورها چه توی یمن چه توی لبنان چه همه جای دیگه که اینا پول میگیرن برای آدم کشی نیرو نیابتی خلاصش اینه یعنی مثلا فرض کنیم میخوام بگم کارمندای بانک نیستن که یا مثلا کارمندای سازمان سیا یا مثلا فلان ایمای سیکس نیستن اینا یه مش لات و لنپن تو این کشور ها علاف ولو هن تو این کوچه ها تو این دردهات های این کشورهای عقب افتاده کشورهایی که توش پول نیست نون نیست کار نیست رشد نیست اینا بیکارند یه مش جوون بیچاره بدبخته اینا رو دور هم جمع میکنن یه پولی میگیرند به اینا یه چیزی میدن چند میدن مای 400 دلار 500 دلار بهشون میدن با یه کلاشینکوف و دو تا نارنجک و سه چهار تا قناسه و این چیزا نیرویی به اون معنا که فکر کنیم حالا حوسیا توشون یه سری آدمم پاسدار اینا تربیت کرده توشون پاسدار یه سری آدمم توشون تربیت کرده اینا پهبادم میفرسن بالا پهباد همین حلبی که رژیم درست کرده که دیدین یکیش تو اون سیما برگیر کرده بود اینا نیرویی به اون معنا نیستن اینا رو بزرگ میکنن اینا ویژگیشو به اینه که آدم کشن آدم کش راحته شما ببینی یه دونه آدم که تو همین اروپا یه چاقو دستش بگیره بیاد بیرون یه چاقو دستی آدم کش 500 تا پلیس میزن تو خیابون چون اینجا مردم به این چیزا عادت ندارن خب اینا نیرویی نیستن یه مش آدم کشن پول میگیرن عجیر شدن وقتی ببینن اربابشون رفت زیر تیغ خب میفهمن دیگه خطر جدیه دیگه همشون قایم میشن چون که اون پولاری که گرفتن نیاد کسی ازشون پس بگیره یا یعنی یه وقت یکی نیاد مثلا مجازاتشون کنه بابت کارهایی که کردن اینه چه به محض اینکه سر مار ضربه بخوره دومش خیلی راحت از کار میفته قبل از سرش از پا میفته این قانونمندیه این نوع نیروهای به اصطلاح قارچیه تو <متحن> چون اینا نه ریشه ای دارن نه پیشینه ای دارن نه بودن قبلش هستن همشون ببینین صرف چند ماه اکثرا نمیدونم کتاب الحق اصحاب الحق این اون اینا همشون ظرف یکی دو ماه درست شدن یک <متحن> <متحن> یه کسی پیدا شده یه آدم یه بچه زرنگ یه محلی اومده یه رژیم یه، مثلا اون موقع قاسم سلیمانی میرفت اینا رو پیدا میکرد توی این محله ها این توی مسجدا میگفت بیا من ده هزار دلار میدم دلار میدم سلام هم بد میدم دور خود قدم جمع کن 50 تا 100 تا 4 تا رو جمع میکرد به هر کدوم 500 دلار در ماه میداد اسمش میشد کتاب الحق حق. یه لباس هم بهشون میدادن با یه پوتی اینا اینن به طور واقعی رو زمین که بیاد نیروی به اون معنا که فرض کنیم نیروی سیاسی یا نظامی یا پیشینه دارن نیستن اینه که مثل کف روی آب به محض که خود رژیم ضربه بخوره اونا زودتر از گم میشن قایم میشن درسته. آقای حبیبی توی همین مرحله جدید آیا هنوز نیازی هست که سپاه تروریستی پاسداران توی لیست سیاه اروپا قرار بگیره یا نه ببینید اینکه ل... سپاه توی لیست قرار بگیره به طور واقعی که مثلا اینطوری طوریست که مثلا سپاه رو برن یه چیه هر کنوم یه دستوان بزنن به دستشون اینطوری نیست دروسه. معنای سیاسی داره ببینیم مثل اینه که مثلا یکی بیاد بگه من ارتش فرانسه رو میذارم تو لیست تروریستی و بچه چه فرانسه یعنی دولت فرانسه دیگه اه. معناش از این بابته که رفتن سپاه تو لیست تروریستی از این معناست که مهمه معنای سیاسیش یعنی که آن دولت که سپاه رو به لیست تروریستی گذاشتن یک گام به سرنگونی شدن این رژیم بیشتر معتقدند یعنی یک گام به رژیم چنج نزدیک میشند معناش بیش از همه چیز اینه وگرنه این تحریم ها هیچ کنون مانع جدی توی جنایت و سرکوب و قدرت تخریب و موزیگری این نیروی اهریمنی یعنی سپاه نداشته از قدیم تا به حال خودشون هم همشون همه اینا تحریم ها به طور واقعی هیچ وقت نتونست عامل بازدارنده باشه و یا عامل تضعیف کننده جدی باشه در اینکه رژیم ساختارش به خطر بیفته آسیب میرسه بهش دست باش بسته میشه نفسش به تنگ میاد خیلی جاها ولی سپاه به طور خاص اگر چنین اتفاق بیاد اگه تو لیست تروریستی بره معنای همون همون ها هستن که شما صحبت کردید نیروهای نیابتی اونها تأثیر تاثیر میذاره متشکرم چون بالاخره اینا این پولار رو میخوان بیارن خیلیاشون حساب بانکی دارن خونه میگن ترسی که ایجاد میکنه خیلی بیشتر از اون که به خود سپاه آسیبی بزنه ترسی که ایجاد میکنه خیلی بیشتره و البته به لحاظ سیاسی برای رژیم یک گام بیشتر رژیم رو به سرنگون شدن به لحاظ اینکه جامعه بین الملل بپذیره که این رژیم رفتنیه و رژیم چنج رو که اراده مردم ایران هست رو بپذیره اگر نه هیچ وقت دولت های خارجی هرگز به دنبال رژیم چنج نبودند و نیستند و نخواهند بود حالا بین این همه اتفاق که تو این چند روز اخیر افتاده و این تلاشی که همه کشورها دارن الان انجام میدن یا محکوم میکنن حمله رژیم رو یا اینکه به خیشتنداری دعوتشون میکنن به حال فکر چه تاثیر میذاره روی قضایا توی غزه آقای حبیبی خیلی ساده است الان دیگه کسی نمیدونه که امروز تو غزه چه به سر بچه های مردم اومد مم. چند تا بچه رو کشتن شیه روی قضایای قضیه یعنی اون کاری که رژیم کرد توجهات رو دوربین ها رو از روی غزه برد به سمت دیگه ای برد به سمت انحراف برد به سمت دیگه اولین تاثیرش اینه تاثیرات دیگه البته من فکر میکنم که دست اسرائیل باستر میشه توی کارایی که میکرد و کرده تا به حال توی غزه چون به حال مردمش احساس خطر میکنن مردم نشستن یه دفعه آژیر زده میشه میدونی چی میگم مم. یعنی دست اسرائیل در آنچه که تو این شیش ماه و هفت ماه و قبلش کرده باستر دولت اسرائیل دستش بازتر میشه مثل اینکه این رژیم و اخوندها با هم بدوستون دارن آقای حبیبی به نفع همدیگه بسیار کار کردن تو صحنه بین المللی آنچه که من میفهمم اینه که همون حماس هم حمله که کرد من همون روز اول با شما مصاحبه داشتم روز هشت اکتبر من با شما مصاحبه داشتم سر همین همون حمله حماس هم تصور کنید اگر نبود آیا ممکن بود که اسرائیل بتونه چنین تهاجم گستردهای بکنه کل غزه رو اشغال بکنه نه. این همه آدم بکشه و اونجا رو به خاک یکسان بکنه همچی آیا ممکن بود تصور کنید که حماس همچه حمله نکرده بود م. اگر چنین حمله ای نکرده بود هماس اسرائیل چنین کاری رو نمیتونست بکنه پس یه رابطه بین این دوتا هست حالا کشف این رابطه رو میسپریم به آینده انشاالله با اسناد و مدارک بله حتما آقای حبیبی یک سوال دیگه هم دارم در پایان میخوام ببینم موزه مقاومت ایران چیه و این روزها چه میگه و چه باید کرد در حال در داخل کشور ببینیم ما به صفت کسانی که مردم ایران برامون مهمتر از همه هستند نگران مردم ایران سرنوشت مردم ایران هستیم و بیشترین نگرانی که چطوری مردم ایران از دست آخوندها خلاص بشن اصلی ترین موضعی که بهش میپردازیم اینه که همه این وقایع چطور کمک میکنه به اینکه ما از دست آخوندها زودتر خلاص شیم <applause> پس موضع مردم ایران اینه که در داخل چیکار کنند که این ساختار سرکوب از هم بپاشه و از هم دریده بشه ساختار سرکوب یک راحل بیشتر نداره اونم کانونای شورشی هست کانون شورشی یعنی اون میزان از جوانانی که در ایران جوانان و کمتر جوانانی که در ایران حاضرن خطر بکنن از زندگیشون بگذرن کشته بشن زندان برن ولی جلوی رژیم بیستن خب همه مردم ایران چه اینطوری نیستن که خیلی بخش اعظم مردم ایران ترجیح میدن آسیب نبینن طبیعیه میخوان زندگی کنن انسان ها درست شدن برای زندگی کردن نه برای کشته شدن ولی نیروی پیشتاز نیروی انقلابی همیشه در همه کشورها در همه جوامع بوده در ایران هم قشر پیشتاز آگاه و انقلابی در قالب کانونای شورشی متشکل شده و سازماندهی بسیار گسترده ای هم داره سراسری و بسیار قوی و موثر و موضع ما به صفت مردم ایران اینه که چطور کمک بکنیم به این کانونای شورشی به این قشتی که میتونه آخوندها رو سرنگون کنه تا از این خطری که الان گردن آخوندها رو داره میزنه چطوری استفاده کنیم سرنگونشون کنیم اینه یعنی ما باید حواسمون به داخل باشه آنچه که در خارج میگذره نه ما روش تاثیر داریم و نه موضوع ده. کار ماست جنگ رژیم با اسرائیل یا با هر کس دیگه ای آنچه که موضوع کار ماست اینه که چطور از این پدیده بتونیم بهره برداری درست بکنیم و رژیم رو سرنگون کنیم دقیقا همینطوره آقای حبیبی خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید و امیدوارم که تو این مرحله جدید ما شاهد سرنگونی رژیم آخوندها و به حال بریده شدن دست همه کسانی که تو این پنج سال گذشته به نفع رژیم کار کردن حالا چه ایرانی بودن چه غیر ایرانی باشیم خیلی ممنونم از وقتتون متشکرم خواهش میکنم و در پناه خدا باشید